میخوام امروز چند تا کتاب رو برای آشنایی بیشتر با تاریخ ایران چیز کنم، معرفی کنم، اگر به درد کسی بخوره، کسی علاقه داره. خیلی صحبت هایی که من تو تلویزیون، رادیو تلویزیون ایرانی میشنم راجع تاریخ ایران، خیلی اوقات من وحشت میکنم که چقدر احساس میکنم که خیلی افرادی که من براشون بسیار احترام قائل بودم و قائل هستم و حداقل در جوانی این افراد و آدم های آگاهی میدونستم، وقتی با های حرفاشون تازگی هم میشنم فهم کنم که انگاه اصلا مثلا با ایران پیش از اسلام اونقدر آشنایی ندارم و یه مش حرف های تکراری رو تکرار میکنم بدونی که واقعا تحت سوال برده باشن. حالا برسا من یه چند کتاب واقعی رو معرفی میکنم و اگر دیجیتالش وجود داشته باشه میگم که کجا میتونیم به این دیجیتالش رو بدکنیم، یا اگه لینکی بود من میتونم لینکی بذارم که بتونی دانلود کنی. اصلا یک وبسایتی هست Library Genesis، حالا این لینکشو میذارم، تمام همه هر کتابی خواستین میتونین دانلود بکنین، مثلا تکست بوک و کتابای دانشگاهی یا حرفا یا کتابای معروف. مده خب این سایت غیرقانونی هستش، من به همه توصیه میکنم که اگه کتابی رو از جای دانلود کردین و دیدین که واقعا خوبه برین یک کپیشو بخرین، هم به پابلیشر کمک میشه و هم به نویسنده. ولی اگه به عنوان نمونه میخواین چند صفحه کتاب بخونین، اشکال نداره که آدم چند صفحه شو دانلود بکنه، خیلی وبسایت ها میذارن نمونه هاشو. anyways اولا یه مقدار آدم با تاریخ جهان آشنا بشه خیلی خوبه، چون بخواد که یه خودم سایکالوجی و کلن جامعه شناسی یه مقداری انسان باید انسانها رو بهتر درک کنه و یک نگاه پرگماتیک و عملی نسبت به انسان رو داشته باشه، نه اونقدر عملی که یا کنسرویتیو یا محافظه کار که انسان بگه نه با همه انسان ها حیوانن و مثل حیوان میخوان هم دیگر پاره بکنن، و نه اینکه ما بیش از حد بریم تو خط لیبرالیسم و بشرگرایی و بشرمحوری بعدی که انسان یه موجود بسیار ایدئالی بکنیم که فکر می‌کنیم مثلا کسی مثل چامسکی فکر می‌کنه که مثلا در ذات بشری که خلاق باشه و زیبایی به وجود بیاره. این یه خوده به نظر من ایدئالیستی، حالا نه زیاد به اون طرف و نه زیاد هم به این طرف، یک اگه نگاه پرگماتیک و واقع‌گرا داشته باشیم به انسان‌ها خیلی کمک می‌کنه که تاریخ جهان رو بهتر درک کنیم، و وقتی تاریخ جهان رو و کلا بشریت رو و ماهیت بشریت و نیازهای بشری رو درک بکنیم، درک ایران هم خیلی راحت‌تر میشه، خیلی تون تون انسان دوزاری هاش میفته. اوکی ببینم یک کتابی هستش. اینجا من چند تا کتاب دارم که تاریخ نسبتاً جهان هستن. این کتاب ها کتاب های بسیار ساده ای هستن، من رو برای آشناها میخوام، هر کسی میاد میگم یک دوتاشو بهشون بدم داشته باشن بخونن. این کتاب ها مثل سال اول دوم دانشگاه هستن در آمریکا یا در اروپا، در اون حد آگاهی هستن و متنشون هم به همون حد، یعنی زیاد سخت، زیاد اکادمیک نیستن، زیاد کلمات قلم به سلم به شاید خیلی وقت مصرف نمی کنن و بیشتر برای دانشجوهای سطح اول، یعنی سال اول دومی کسی که از دبیرستان اومده بیرون، مقاله علمی نیستش که بخوان راجع به بسیار ریز کاری ها بشن که کلمات قلم به سلم به مصرف کنن، میخوان خیلی ساده و قابل فهم باشن. The Western Tradition، این برنامه تلویزیونی بود که قدیم ها در تلویزیون آمریکا پخش میشد و تاریخ و بسیار خلاصه فرهنگ غرب رو خلاصه میکرد و درس مهمی که شما باید از این سری تلویزیون میگرفتیم بود که سرچشمه فرهنگ غرب در کجاست در یک کشور به خصوصه. اگر از 10 نفر نمیدونم دارای درجه دکترا، 10 نفر ایرانی دارای درجه دکترا از اروپا و آمریکا، شما بپرسین که سرچشمه فرهنگ غرب به کجا میره و به کدوم کشور میرسه، نمیدونم. سرچشمه فرهنگ غرب به آتن میره، یونان و باستان. این یه چیزیه که ایرانی باید بیشتر در موردش مطالعه بکنه و متاسفانه ما باید کافی مطالعه نم. ایرانی هایی هستن که علاقه دارن، بسیار هم هستن به آتن اینها، ولی اون طور که باید همگانی باشه
نیست. و این کتاب، حالا این کتاب آقای وبر، یوجین وبر که فوت کرده بودند، این کتاب رو برای اکامپانیمنت همراهی اون سری تلویزیونی که تو یوتیوب هم هست، یوجین وبر The Western Tradition، البته میگم خیلی ساده، بسیار ساده، بسیار خلاصه بود، منتها استاد UCLA هم بود و این کتاب نخواسته تاریخ جهان رو خلاصه کنه، بلکه خواسته از ادبیات جهان، از عهد باستان، از بین النهرین، از ایران باستان، از قرآن، از همه تاریخ بشریت یک نمونه های سند تاریخی بیاره، یه تیکه مثلا از مثلا انجیل رو کوت بکنه، بگه آقا این جالب، بخونی ببینی که نمونه انجیل چیه، نمونه قرآن چیه، نمونه مثلا قوانین حمورابی که حمورابی قوانینش رو گذاشته تو شهر چه قوانینی هست، نمونه مثلا کانستیتوشن آمریکا چیه، اساسنامه آمریکا. واسه اینا مجموعه ایش فقط از نمونه های سندان تاریخی و واقعا خوندنیه، واقعا خوندنیه، بسیار با مزه است. سندهای تاریخی رو که انسان میبینه اصلا وحشت میکنه، که یعنی یه لحظه انسان رو میبره به یک دوران دیگه ای. مثلا یه نامه هست از کریستوف کولوم اینجا چاپ کرده که یکی دو صفحه شو گذاشته، برای فهم میکنم برای ملکه اسپانیا بوده یا پرتغال، چون اینا پول میگرفتن، دنبال پول بوده، ملوان بوده، ملوان حرفه‌ای بودن و پول میگرفتن که بریم آقا مثلا ما یه کشف جدیدی بکنیم و سرزمین های جدیدی رو برای شما پیدا بکنیم. و نامی نوشته و یکی از دلایلی که کریستوف کولوم نوشته که من دلم میخواد برم، شما لطفا به من پول بدین، در گرانت مینویسه، در واقع پروپوزال داره مینویسه که آقا یه پولی به من بدین، در یکی از دلایلی که اوردی که من باید برم و مثلا تا هند خودم برسونم اینه که من میخوام برم اونجا و شر بشریت رو از مسلمون ها، شرشون رو کم کنم مسلمون ها، و بشریت رو به چی برسونم که همه مسیحی بشن یا مسلمانای کثیف رو بین ببرم. هر جوری هست قول میدم اگه به هندوستان برسم مطمئن میشم که همه مسلمان ها بمیرن، کشته بشن و دیگه این نسلشون از کره زمین بیفته. و این خیلی جالبه، مثلا از نظر تاریخی خیلی از ایرانی ها یا خیلی از مسلمان ها نمیدونن که چه دشمنی بین اسلام و مسیحیت از زمان جنگ های صلیبی تا به امروز ادامه داره و ممکنه که به خیلی از مسلمان ها تو تیوار بگن که بله ما اسلام هم به مسیحیت اعتقاد داره، اسلام هم به یهودیت اعتقاد داره، هر کار میزن، ولی در عمل کرده سران مسیحی و سران مسلمان وقتی ما عمل کردها رو میبینیم، میبینیم که کاملا اینها اسلحه رو رو بستن و البته مسیحی ها خیلی زرنگن، البته کاملا به مقصد دارین 50 سال گذشته بسیار سعی کردن که دوستانه و صلح‌وار و فلان برن، چون متوجه شدن که باید اونجوری برن که آدم زنده بمونه، وگرنه اگه بخوان ارتدوکس بمونن نمیتونن جمعیت جهان رو تو مشتشون نگه دارن. من بخواده مسیحیتی که امروز چیکار سعی میکنه حداقل در ظاهر چی باشه، ولی نیروهای مسیحی وجود دارن. خیلی وقتا شما رئیس جمهورهای آمریکا رو نگاه میکنین، نیروهایی که فلانی رو میرن سر کار، کاملا معلومه که تنفر دارن از مسلمان و از اسلام و کاملا اینها رو یک دین بد، این دین دین و بدوی میدونن و مردمی که از دین اسلام پیروی میکنن رو هم مردمانی کاملا بدوی و بیشعور عقب مونده اینها چی میکنن. خیلی اوقات وقتی میبینی که تماشا میکنن وقتی انقلاب میشه مثلا در کشوری مثل ایران یا جنگی میشه مثل بین ایران و عراق، تا ببینید تا امروز این پدرکشی ها و دشمنی هایی که در تاریخ بشریت بوده هنوز لکه هاش باقی هستش، به شکلی که ما میبینیم اینا براشون هیچ مهم نیست که ایران و عراق همدیگر تیکه تیکه کنن و هی صدها هزار نفر آدم کشته بشن، به جفتیشون اسلحه میفروشن. ولی اگر عراق، میگم ببخشید، مثلا یونان که سرچشمه فرهنگ غرب هستید، با اینکه یونانی های امروز هیچ دخلی به یونانی باستان ندارن از نظر تفکر، کاری نداریم، ولی دوباره و دوباره میبینیم که جهان غرب چقدر هوای مادر خودش رو داشته و چقدر به یونان کمک کردن. یونان بارها بوده که داشته ورشکست میشه در این چند ساله اخیر و بعد پیش از اون در زمان ترک ها و چجوری بهشون کمک کردن به استقلال برسن و چقدر کمک کردن به یونان و
ولی اون دلسوزی و عشق و محبت رو به ایتالیایی هم، مثلا شما آمریکایی‌ها تا امروز می‌بینید چقدر عاشق و چیز دل فریفته ایتالیایی ها هستن، یا یونانی ها هستن، یا انگلیسی ها. اینا رو پدران کشور مادر کشور پدر میدونن، واقعا بهشون احترام میذارن و دوستشون دارن و میخوان یاد بگیرن و احترام میذارن. ولی ایران رو نمیخوام بگم همینجا، شکی نیست که در کشور غربی و آمریکا یا استرالیا یا کانادا، خب شما جناح‌های راست داری که محافظه‌کار هستن و میخوان دنیا رو یه خورده سیاه و سفیدتر و دو تا چهار تا این حرفا چیه، این بحثا چیه، بزن بکش، یا بحثا تیپای راست وجود دارن و تیپای چپ وجود دارن که میخوان یه داستان مثلا نیم صفحه‌ای رو بگن نه 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 باید 10 تا کتاب راجبش نوشت. این مسئله به این سادگی نیست. یعنی یه عده، یعنی راست و چپ تفاوتی که ما در این ها می‌بینیم، یکی میخواد خیلی سطحی و زودتون سری نگاه کنه و عمل بکنه و قاطع باشه، اون یکی میگه هر چیزی رو باید بکنیم مثنوی چه میدونم ده منی و بحث کنیم بحث کنیم بحث کنیم. این تفاوت‌ها تفاوت‌های بسیار مهمی طرز فکری دی. یه نفر عملگراست و یه نفر تئوری‌گرا، یه نفر ایدئالیسته اون لیبرال و یکی مثل چامسکی و یه نفر پرگماتیک مثل آقای مثلا ترامپ. حالا برشاید اون بحث که دیگه اصلا بحث درازی و بخوام وارد بشیم، کتاب Western Civilization: A History of European Society، این در واقع این کتاب کتاب خیلی خوبیه. اینو میشه دست دوم کتاب رو میشه دست دوم دو سه دلار خرید. حالا چند تا کتاب به فارسی شاید بعدن چی بکنم، خیلی با زبان ساده این کتاب هم که شما نگاه میکنیم با نقشه های رنگی، حالا نگاه این عکسش سیاه‌سفیده اوکی ولی حالا مهم نیست، تا نقشه های خیلی خوبی داره، کیفیت چاپش خیلی خوبه، تایملاین خیلی وقت دارن، کتاب خیلی خوبیه. ولی بحث از این کتاب ها زیاده، بعد هم نیست، شما چند تاش هم داشته باشین اشکال نداره. این دوباره یوجین ویبر قسمت فهم کنم قسمت مختلف بشه، اون والیوم توشه، اون والیوم یکشه، Ascent of Man. یه برنامه تلویزیونی بود، این کتاب به اون ربطی نداره، یه قدیم ها در ایران هم پخش میکن، عروج انسان، The Ascent of Man، برنامه اوکی زیاد درجه یک نیستش. The Western Experience، نه بریم The Making of the West، این کتاب بدی نیستش. خب اینا بیشتر غرب، یعنی تاریخ غرب هستن بر روی محور جنسن، البته این تاریخ هنره ولی خب کتاب خیلی خوبیه، یه کتاب کلاسیکیه، داره اینا 50 بار این جتجه چاپ شده، پورتبل ادیشن کوچیکش کردن، این هست 7th ادیشن. آها کتاب هنر، ولی شما تاریخ هنر و تاریخ هنر خیلی انسان ها رو خوب میتونید درک بکنید. مثلا این همین نقاشی که ما این رو چی میبینیم مال فرهنگی است که پیش از فرهنگ یونان بوده، فکر می‌کنم این توسط کنوسوس نیستش، فرهنگ مایسینین و منوئن، اینا فرهنگایی بودن که قبل از یونان وجود داشتن و ما نمیدونیم چطور نابود شدن، ولی از نظر فکری خیلی میبینیم که انگار یونانی ها باید نوادگان این افراد بوده باشن، چون یک تیپ دقیقا همه اون تفاوت هایی که ما بین فرهنگ شرق و غرب میبینیم و در همون فرهنگ باستان هم میبینیم. مثلا شما در فرهنگ بین و نهرین که خب یک فرهنگ میدل ایستی و خاورمیانه ای هستش، ما میبینیم که چقدر قوانین بابلی یا حمورابی چقدر خشنن، چقدر احمقانه هستن بعضی وقتا، بعضی وقتا خوبن شاید یا بهتر از هیچی هم، ولی بعضی اکثر اوقات احمقانه هستن. ولی وقتی شما میای به قوانین یونانی رو نگاه میکنی، افکار یونانی و حتی به این فرهنگ مایسینین و منوئن نگاه میکنی، این ها قوانین حمورابی هستش، The Code of Hammurabi. بله 71 سانتی متر طولشه، این 1760 پیش از میلاد. بله چراغ روشن میگه خود بهتر بریم ستیلیوم نارامسن. ببین جلوتر، این که خیلی نقاشی بامزه‌ایه که برانچ چجوری اومده جلوی درخت، بعضی این چیزای قدیمی خیلی جالبه، این که مهر بمیدونم ایتا سیل، این مهرهای گردی بوده که دور انگشتشون بوده یا میچرخوندن و
روی گل یا روی چی مهر و موم میکنن که این که همه سومریان اونقدر جالبن این نقاشی ها حد نداره واقعا. از نزدیک هم که تماشاشو میکنی اصلا میگه واو، مثل اینکه توی رفتی در یه دنیای دیگه ای. اونها چه جوری فکر میکردن که همچین مجسمه هایی درست کنن؟ واقعا حیرت آوره. موزه لس آنجلس که بسیار موزه خوبیه، دومین سه شنبه های هر ماه مجانیه، چه اون روز سه شنبه چه دومین سه شنبه و چه روزهای دیگه که شما میرید لکما اصلا نمیبینی ایرانی اونجا باشه. من میخوام یه بار برم اونجا یه دوربینم بذارم روی سپایه، یه 5 ساعت ضبط کنم ببینم چند نفر ایرانی رد میشن، بذارمش تو یوتیوب با مردم ببینن چند نفر ایرانی تو موزه لس آنجلس میرن. اینهاش اتروسکن آرت، اتروسکن که توی ایتالیا بوده، ایتالیا باستان، اینم که یونان باستان، اینم که چیز دیگه کوروس، این نقاشه که از مصر هم اینها دشت گرفتن. anyways این از همه جالبتر نقاشه های قار هاست. واقعا انسان در بحیون این چیزها آسوری ها که واقعا شما منشورای هخامنشی رو که میخونه همه کپی همین حرف هست، اینا همه هر شیء تکرار میکنن. منتها آسوری ها رو که ما نگاه میکنیم شاهان آسوری چقدر آدم کشتر حرف میزنن از هخامنشی، یه ذره همون حالت هاست منتها یه ذره نرمتره. Gate of Citadel of Sargon the Second، سرگل دوم، عراق. ولی مثل میکنی آره دشمنانمون رو رفتیم و دل و رودهشون رو در آوردیم، تیکه تیکه کردیم. بس هخامنشی هم میخونی تمام همونه. هخامنشی شما چند تا متنی که مونده از هخامنشی رو میخونین، یا داره داریوش از کاخ خودش تعریف میکنه که چقدر من چوباش از فلانجا آوردم و آهناش از فلانجا و جواهر طلاش از اونجا و از اون ور جهان، از این ور جهان، از لبنان چوبش آوردن، نمیدونم اون چوب صدا رو شاید فلان، سنگای مرمرش از آفریقا آوردیم، فلانش از هند آوردیم. مثل ایرانی های لس آنجلس داره از خونه بیولی هیلزش تعریف میکنه. واقعا شباهت ها رو که میبینه وحشت میکنه. بی خود نیست که غربی ها بسیار اوقات وقتی به ایرانی ها نگاه میکنن اصلا تو ذهنشون اینه که اینها مردمان خودکامه هستن، نمیتونن با هم کنار بیان، نمیتونن با کسی کنار بیان، حرف خودشون رو میزنن، آدم های اهل دلالی هن، نمیخوان کار کنن، میخوان دلالی بکنن و میخوان که بر سر جامعه بشینن و اهل کار نیستن و همچنین مشکل پیش میاد فرار میکنن میرن. یعنی از خیلی نظرها ایرانی ها شبیه یهودی ها هستن که اینو ما در بیبل هیز میبینیم، ولی اون ایرانی های مسلمان اون اتحاد، اون همنشینی، اون شبات، فرهنگ شبات، فرهنگ دور هم نشستن، فرهنگ سخنرانی نشستن و صحبت کردن و آواز خوندن در مسجد و اینا رو ندارن. برای این واقعا شما مساجد ایرانی که میرین افرادی رو میبینی که واقعا اجتماعی نیستن و زور و زور گفتن و زور شنیدن رایجه. من یه بار یادم زمان کنکور رفته بودم مسجد خودم رو به تظاهر بکنم و تصویر دیدم، یه بچه 7 ساله 8 ساله 10 ساله و نمیم بعد چند تا دو تا پسر بزرگی نمیم 20 ساله هم اونجا هستن، اینا میخوان منتظرن که سینی قضا بیاد این حرف ها شب تا سوار شروع. بعد دیدم که بچه پسر بزرگی 18 ساله یا 20 ساله در اومد به بچه 7 ساله گفتش که تو چرا فلان رفتی به فلان چیزی گفتی، به حق تو فلان کردی. آقا بچه 7 ساله در اومد گفت من به چیز ننم میخندم فلان فلان، من به فلان آقا یه مش کلمه های سه حرفی رد و بدل که من میگی که من 16 17 سالم بود، اصلا شاخ مونده. ولی نه اینکه ما از این کلمه ها در مدرسه مصرف نمی کنیم، ولی من دیپلم داشتم میگرفتم، اینها بچه 7 ساله در این کلمات تون تون سرهم میکنه و در دبیرستان بود آدم میشنید کلمات زشت، ولی دیگه بچه 7 ساله با مثلا برادر بزرگترش داره صحبت میکنه یا با عموش داره اینجوری کلمات زشت
من به چیز عمه، به چیز ننه، فلان فلان، به اون فلان فلان، اصلا شاخ موندم و نمیخواست فحش بده. منظورش اصلا فحش دادن نبود، این داشت خودش رو مطرح میکرد، پوینت و ویوش داشت میگفت، نظرش رو داشت میگفت، متا مدام از این کلمه ها مطرح. من فکرم که الان بابا توی خونه مثلا مسجد، خونه خداست مثلا، گفتم الان برادر بزرگی یا عموشه یا هرکی هستش، دو تا لیچار بهش در میاد، میگه که آقا یعنی چی اینجا این حرفا رو میزنی؟ اولا این چه کلماتی که دهنت در میاد، و دوما تو مگه حواست نیست که در خانه خدا هستی؟ آقا دیدیم عمو هم ادامه داد با همون کلمات و همون فلان اینا شروع کردن با هم 10 دقیقه دارن با کلمات بسیار زشت و رکیک، و این اصلا تیپای بودن که اصلا جاشون اینجا بود، اینا مثل ما نیومده بودن که فقط خودنمایی کنن، تظاهر رو تزویر کنن و برن، اینا اصلا اینجا چی میکردن؟ برسر ما ایران دیپلممون رو گرفتیم، کنکورمون هم دادیم، این عکس روی جلد این چیزه، Second style wall painting، اصلا چشام دیگه نمیبینه، From the Villa of the Mysteries Pompeii، این پومپی هستش. ولی اون پلاسه کنوسوس هم خیلی جد، این رو اومدن البته بعدها قرن 18 هم اینا یک بازرگان آلمانی پولداری اومده اینا رو پیدا کرده. حالا پیدا کردنش که خیلی ساده بوده، بخاطر اینکه افراد لوکال اینا همیشه میدونن یه چه خرابایی وجوده، ولی اومده اکسکاویشن کرده، پول ریخته، مشهورش کرده، گندش کرده، ولی اینا هم به خیال خودش اومده نقاش داده، اینا اومدن کاملش کردن که واقعا از نظر باستان شناسی واقعا یه طرف خوبه که یه نفر این انرژی رو گذاشته، یه طرف دیگه واقعا یه چیزی از بین برده، چون ما واقعا دیگه نمیدونیم که دقیقاً اینها چه جوری بودن، ولی اون چیزایی که باقی مونده رو وقتی ما نگاه میکنیم، قسمتی که باقی مونده رو نگاه میکنیم، این نقاشی که اینقدر باستانیه، پیش از تولد مسیح، یعنی اصلا مسیحی که حالا وجود نداشت، داستان دیگه، آیا اصلا تولدش کی بوده، اینها داستان دیگه، ولی سه بعدی بودن و سایه روشنی که این نقاشی دادن، حالا بعضیشو شاید بگیم که نقاشی که آوردن درست کردن، ولی نه، قسمتایی هم که از قدیم مونده رو اگه اینا کسی بره مطالعه بکنه، مثلا اینجا ببینید جمع خرابه، قسمت هایی که مونده رو وقتی شما میبینید نگاه میکنید، میگه واقعا سایه روشن میزنه، یعنی باز یکی از تفاوت های بسیار قدیمیه اینا، نوشته که 60 سال تا 50 سال پیش از میلاد، before common time میزنن، دیگه نمیگن before، دیگه نمیگن before Christ، قبل از چه نمیگن، میگن BCE، من زیادی نزدیکم، BCE یعنی before common time، نمیگن اصلا اسم مسیح رو دیگه نمیخوان تکیه روی تاریخ بیارن، اصلا اولا مسیح معلومی وجود داشته یا نبود داشته، برای اصلا کسی که اهل علمه، بعد اصلا اگر هم همچه کسی وجود داشته دقیقا مدارکی درست نیست، و اینکه چه سالی به دنیا آمادم درست معلوم نیست، برای این یه مش حرف حدیثه، برای این نظر تاریخی هیچ سندیتی نداره، برای این خاطر در کتاب های غرب دیگه نمیگن BC before Christ، میگن BCE. این یه نقاشی مال 20 قبل از میلاد، اصلا شما نقاشی قاجار اگه برید نگاه بکنید که مثلا 150 سال پیش بوده، سایه روشن ندارن به این خوبی، بعضی نقاشی صفوی و قاجار بد نیستن، ولی واقعا طبیعت گرایی یه تکنیک، واقعا این نقاشی رو نگاه میکنی و اصلا ایده هایی که داشتن که حتی از دیوار اینور و اینور هم در مقابل هم استفاده کردن، یعنی سوژه‌ای که تو این نقاشی و سوژه‌ای که تو چیزن، انگار تو یک محوطه اتاق رو برای شما یه فضای سه‌بعدی رو نقاشی کردن، یعنی فقط نمیدن یه تصویر اینجا باشه یه تصویر اینجا، بعضی وقتا میبینی که ادامه همان و شما انگار تو اتاق با چند نفر دیگه هستی، یه نفر داره اکت میکنه، یه نفر داره میرقصه، یه نفر داره چی میکنه، این یک دیواره، یه دیوار دیگه هم وجود داره که این طرف فکر کنم کتاب نداره، باشه اینا دیگه اینقدر بحثای جالبیه و اینقدر تو کتابای مختلف اینا رو بحث کردن، دیگه هر کتابی رو شما باز بکنی، فرهنگ منوئن اند میسینین که برتراند راسل هم تو کتاب تاریخ فلسفه غرب خوب می‌نویسه، یکی دو چپتر می‌نویسه راجعشون، ولی خب الان ما اطلاعاتمون کامل‌تر از زمانه و حتا هستش. ببینید این نقاشی پورتریت اف ا وومن فرام، ببین چه جوری سایه روشن کرده، سایه روشن سه بعدی در آورده، شما نقاشی های قاجار رو نگاه بکنین به این خوبی نیستن،
130 پیش از میلاد. ما 130 سال پیش اون نقاشی به این دقت نبوده. نقاشی مصری هم بد نیستن، در ببین خوبی که نیستن، ولی این که دیگه صد قبل از میلاد میشه خود یونان. یه نقاشی که از چون نقاشی کم مونده، نقاشی تاریخی واقعا کم مونده از فرهنگ‌های مختلف. نقاشی خیلی زودتر از بین میره تا مجسمه. پس این خود فرهنگ نشته بود پومپی دیگه، یه فرهنگ مایسنیا نیست. مایسنیا و منوان میشه 1500 پیش از میلاد تا 1000 پیش از میلاد، همچی حدودایی. تاریخاشو باید دوباره برم نگاه بکنم خودم. این اتراسکن نیستش، اپالو 510 پیش از میلاد. این هنوز تکنیک مجسم سازیشون واقعا به غایت نرسیده. اینجا ما ببینیم بد نیست، ولی هنوز چیزی مایه های مصری هاست، مصر باستانه. این که داستان رومولوس و شی وولف و این هاست، اسماشون نرفته. تو ده بچه ای که پایگزاران روم بودن مثلا در افسانه ها. Anyways، برگردیم به این کتاب ها. کتاب تاریخ هنر گاردنر هم خب یک کتاب کلاسیکه دیگه، همیشه اون جنسن بوده و این گاردنر، کتاب کلاسیک. این هم رو جلدش هم تخت جمشیده گوشته. Interesting. Okay. این بیشتر تاریخ آمریکا هستش. این کتاب شپیل ووگل کتاب استاندارد دبیرستان ها و سال اول دوم دانشگاه آمریکا است. یه خورده حالا من نشون میدم به عنوان خب اینجور کتاب ها به نظر من درجه یک نیستش. اشکال من اینه که خیلی جزئیاتی رو وارد میشه که میتونست خلاصه تر بکنه. یه خود حجم تاریخیش و دیتیلش خب یه خود بالاتر از اونیه که اکثر مردم معمولی بتونن شو کنه. یه خود خوشتر شده به نظر من. واو بیوتیفول، چه نقاشی هاش. The Cult of Isis، Isis and Osiris، اینا در واقع پریکرسرهای مسیحیت هستن. یعنی دین مسیح از اینجور چیزا نشد گرفته، معنویت و این که اپیکورسه. واقعا فلسفه جالبی داره اپیکورس. ما واقعا مدیون اپیکورس و لوکریشس هستیم در خیلی زمینه ها. این که دارم مخصوصا نشون میدم که رنگی نقاشی رنگیشو ببینین، که نقاشی رنگی داره، خلاصه داره. A Dinner of the Persian King، A Timeline داره که شما ببینید در چه، در Assyria، در دنیای یهود، در دنیای ایرانی ها چه اتفاقاتی در چه سالهایی میفتده. واقعا درکی که اکثر مردم ایران، حتی قشر تحصیل کرده مردم ایران راجع به تاریخ ایران دارن واقعا محدوده و واقعا اصلا غلط، اشتباه. اصلا انگار الفبای ایران باستان رو بس که دروغ بافته شده در این فرهنگ و خواستن عزت و احترام بذارن به ایران باستان، که میگم منظور بدی نبوده، روی بدی نبوده، منتها خیلی از روی حب وطن تاریخ رو چی کردن. اولا ما مدرکی از خود ایران که نداریم، اکثر مدارکی که راجب ایران باستان داریم نوشته های یهودی و بسیار بهتر از اونها نوشته های یونانی هستش و در زمان روم باستان هم خوب چیزایی داریم، ولی اصلا احساس میکنم که اصلا انگار الفش هم به ما درست نگفتن و قدری از حب وطن هخامنشی رو گنده کردن و تعریف کردن که انگار اصلا ما نمیدونیم که اینها چه ماهیتی داشتن، چه جور آدمایی بودن، چه کارهایی کردن. و واقعا هی بی خود بی جهت هی تعریف بکنیم، هی بگیم کوروش کبیر، داریوش کبیر، چی کبیر. اول یه مطالعه سطحی بکنیم، بریم ویکی‌پدیا رو بخونیم. حالا نمیخوام بگم ویکی‌پدیا درجه یک از نظر صحت اینه، ولی دیگه شما نمیتونیم بگی که 90 درصدش دروغه. چند تا کتاب بخونیم. واقعا اصلا انقدر تعریف و تمجید بار ما کردن، به به و چه چه کردن که ماهیت ایران امروزی هم درست ما درک نمی کنیم و نمی فهمیم که چرا غرب با یه نگاه به خصوصی به ما نگاه می کنه، چرا غرب
اینقدر به ما مشکوکه، چرا ما رو آدم حساب نمی کنن؟ بابا در طول تاریخ اینها این اشکال داشتن، هر چی در مورد ما نوشتن حاکی از این بوده که ما مردم عجیبی هستیم، مردم زورگویی هستیم، دموکراسی هیچ وقت نتونستیم به وجود بیاریم، گفتمان خوب، همکاری خوب نتونستیم مثل ژاپنی ها با هم کار کنیم و همیشه خواستیم تیک اوور کنیم، بریم بگیریم. و این برصورت نمیدونم، به نظر یه نفر باید بیاد که با زبان خیلی ساده توضیح بده که آقا ایران باستان و یونان باستان چه داستانی بوده. حالا شما میخوای بگی یونانیا دروغ گفتن، باشه اصلا میگیم یه مقدارم دروغ گفتن، ولی شما نمیتونید دیگه بگی 90 درصدش دروغه. این کتاب تاریخ ایران پرسی سایکس، تاریخ ایران پرسی سایکس، نوشته جنرال، جنرال نبوده، به فارسی وقتی همه چی ترجمه میشه بالا پایین میشه دیگه، مفاهیم عوض باشه، سر پرسی سایکس. و این کتاب رو 100 سال 120 سال پیش پرسی سایکس نوشته، خواسته تاریخ ایران رو بسیار ساده، بسیار خلاصه، اینو به انگلیسی نوشته، بعدا ترجمه شده به فارسی. این کتاب توی گوگل بوکس هم وجود داره، هم قسمت اولش که پیش از اسلامه، هم قسمت بعدش که قسمت دومش که قبل. این فکر کنم والیوم اولشه، جلد اول، و بسیار زبونه متا. خب میگم خودش هم اول در مقدمه گفته آقا تحقیقات جدیدی داره اتفاق میفته، هر روز ما درکمون نسبت به فرهنگای باستان داره بیشتر میشه. 120 سال پیش تازه 130 چند وقت پیش بوده، 1890 بوده اینو که دامون نوشته، یادم نیست. خوش میگه که بشر ما آگاهیمون داره بیشتر بیشتر میشه و حتی تا 20 سال 30 سال دیگه بعضی نکاتی که ما اینجا میخونیم شاید دیگه قدیمی شده باشه، و اتفاقا بعضی ها واقعا شده، ولی در بعضی موارد در 90 درصد اوقات مطالب رو به صورت بسیار ساده ترک کرده. 3000 نسخه، ببین که کشوری که ما کتاب چاپ میشه و 3000 نسخه به زور میتونه، 1368. ما وقتی که بعد که از ایران اومدیم بیرون، ما مادرم رفته کتاب فروشه گفته چه کتابایی دارین، چند تا کتاب خریدی برام فرسته، یکیش این بوده، بتوان کتاب خوبی هم بوده. ولی چه سالی این اصلش چاپ شده؟ میخونم 1890 بوده یا 1900 بوده ننوشته. anyways حالا مهم نیست، توی گوگل بوکس میشه پیدا کرد به انگلیسی. خیلی زبون ساده، خیلی خلاصه، خیلی تو دی پوینت بحث کرده و بعضی نکاتش خوب اشتباس. مثلا راجع به کتیبه بیستون، اون موقع فکر میکنن که یه داستانیه که داریوش داره توضیح میده که چی شد که یکی اومد طغیان کرد، خواست دولت رو بگیره، دروغگو بود، فلان بود، و ما مجبوریم جمع بشیم و دولت رو جمع بکنیم و مثلا کودتا بکنیم و مثلا چی بکنیم. درسته که این داستانی که پرسی سایکس تعریف میکنه و فهم میکنم خب داستانیه که در کتیبه بیستون هم نوشته شده و داستانیه که قبل از اینکه کتیبه بیستون رو ما بتونیم دیسایفر کنیم و بخونیم 150 سال پیش، هومر، میگم هومر، هرودوت تاریخ نویس یونانی دقیقا اون داستان نوشته بوده. البته کلمه‌هاش اسمای خود فرق داره و اتفاقا چون ما اون داستان رو میدونستیم بود که تونستیم رمزیابی بکنی و خط میخی رو رمزیابی بکنی و از اون کتیبه بیستون با استفاده از کتیبه بیستون که هم یونانیش بود، هم نقش یونانی آرامیش بمیکنم، نسخه آرامیش داشتم، میگه ما از نسخه یونانی هم میدریم که از هرودوت چی گفته بوده و تیکه تیکه کلمه به کلمه تونستن خط میخی رو دیسایفر بکنن. ولی باز ما میدیم داستانی که توی کتیبه بیستون نوشته و ایشون هم که تکرار کرده و هرودوت هم تکرار کرده، امروز دانشمندان اون داستان اعتقاد ندارن و فکر میکنن که این کتیبه یه خود توش خالی بندی هستش و در واقع فکر میکنم الان توافق بیشتر بر اینه که داریوش کودتا کرد، اصلا هیچ از خانواده کوروش و کمبوجیه نبود، کودتا کرد و کشور به دست خودش گرفت به همین راحتی، همونطور که در طول تاریخ ایران بسیار شده. منتها زرنگی که کرد، اسم خودش رو گذاشت داریوش، اینا همه اسمشون عوض میگن وقتی میومدن به قدرت، کوروش، کمبوجیه، نه اسمشون چیزای دیگه، وقتی می به قدرت میرسن اسمشون رو میذاشتن کوروش چهارم، کوروش پنجم، اسمش مثلا حسن علی نقی بوده، وقتی به قدرت میرسن رضا شاه پنجم، رضا شاه، چون مثلا رضا شاه معروف و محبوبه، ما اسم خونو بزن رضا شاه ششم، رضا شاه هفتم. بنابراین برشاید الان بیشتر تفکر فرضیه بر اینه که
داریوش تیک اوور کرده، اومده کودتا کرده و مثل اینکه مثلا قرار بود از یک خاندان بره به یک خاندان دیگه، این اسم خودش رو گذاشته هخامنشی رو ادامه داده بین اینکه کسی بگه. یعنی دقیقا داستان دروغی که داره تهمت میزنه یا درست کرده که یک کسی مثل بردیا اومد شبیه اون بود. داستان بسیار دراز و عجیب غریبی و مسخره هم هست، ولی این داستان میخواسته به خورد مردم بده که خودش تعدی میتونیم بگیم که کسی بوده که حالا به زور یا هرچی اومده کودتا کرده و کشور رو به دست خودش گرفته به این سادگی، ولی اسمش رو تغییر داده، فامیلش هم تغییر داده، گفته من اصلا از پسر پسر عموی اینا هستم، ما همه فامیلیم، نه از فامیلم نبوده. و در واقع چیزی که ما بهش میگیم سلسله هخامنشی، یه خاندانی بودن دو سه نسل صدارت کردن، یه عده خاندان دیگه اومدن کودتا کردن دست خودشون گرفتن و جمعاً سلسله هخامنشی تقریبا 220 سال، یعنی دو قرن، حدود دو قرن اصلا روی کار بوده. شما نمیتونی مقایسه بکنی با فرهنگ مصری که 3000 سال وجود داشته و نمیتونی مقایسه بکنی با فرهنگ بابل و سومر و اینها که اونا 3000 سال بودن. و بعد ایران هخامنشی نابودگره به همین کمبوجیه، به مصر حمله کرد و شروع سقوط مصر به عنوان یک فرهنگ باستانی از اونجا شروع شد که ایرانی ها بهش حمله کردن و به همین صورت کوروش به بابل حمله کرد و شروع انحطاط و از بین رفتن فرهنگ های بابلی که 3000 سال جفت این فرهنگ ها 3000 سال سر کار بودن. ایران در واقع نابودگر این دوتا فرهنگ بوده و ایران میرفت که یونان رو هم نابود کنه. این خیلی تلخه، یا حداقل از دیدگاه غرب و داستانه که غرب، شواهدی که غرب کنار هم گذاشته، من فکر نمی‌کنم شما نمی‌تونید بگید غربی ها هر چی میگن دروغ و اروغ است اینا، نه بابا جون، این بسیار دانشمند زیادی وجود دارن، نوشتن، سعی کردن سبک سنگین کنن، شاید در بعضی موارد به نظر من حرفای هرودوت یا دیگران ممکن قلوف بوده باشه، یه خود لنز تاریکیه به ایران به نگاه منفی تری نگاه میکنم، ولی هر ایرانی که کوچکترین آگاهی از تاریخ خودش داشته باشه میتونه که در ایران سلسله بعد از سلسله افرادی خوناشام سر کار اومدن و با هم جنگینه و کشور زور و زور و زور بوده و این زورگویی تا امروز هم ادامه داره و نه تنها ایرانش، عراقش، همه این محوطه اینجوریه. وقتی که جغرافیای یک کشوری اینقدر خشک باشه، سنگلاخ، کوه سنگلاخ، خشک، بدون آب، بیابی، انسان ها بر سر مساله، بر سر منابع می جنگند. زمانی اروپا شروع به رشد کرد بالاخره، بعد از قرن ها که همدیگر رو کشتن، اولا چند قرن بود که آب و هوای اروپا سبزتر و بهتر شد تا وقتی به قرن 14 و 15 می رسیم، سرمایی که شاید 3000-4000 سال پیش بود کم کم جاشو به دوران سبزی داد، به دوران باران داد، به دوران آبشاری، بین شاید یخچال هایی که وجود داشته، بین دوران یخی که وجود داشته. و این وفور باعث شد که اروپایی ها با هم بجنگن. روزی که بالاخره از بعد چند قرن جنگ رو کنار گذاشتن و تا حدی متحد شدن، اون موقع بود که پیشرفت علمی، پیشرفت تکنولوژی تیک آف کرد، پیشرفت تکنولوژی یهو چشم انسان ها رو باز کرد. از زمان نیوتن، قرن 18 اواسط قرن 18 اگه بخوایم فکر بکنیم، چطور آپتیک، اگه دوباره ما نگاه بکنیم، ببینیم لنز و شیشه و اتفاقاتی که سر یه عدسی یا شیشه یا منشور، اینکه نور وقتی از شیشه رد میشه چرا این شکلی میشه، چرا رنگی میشه، چرا رنگین کمون میشه، اینها باعثه که دانشمندان اسلامی از ذره‌بین بسیار استفاده میکردن و بعد اروپایی ها مسئله ذره‌بین و بعد تلسکوپ، اینها یهو چشمان بشریت رو باز کرد. و اون روزی که انسان متوجه شد که عقلم خوب چیزیه، باید به عقل رجوع کرد، چیزی که در یونان باستان وجود داشت، چیزی که ثبت کردن مسائل و بعد استفاده از عقل برای حلاجی و آنالیز مسائل. و بعد یونانی ها فامیل رومی ها فامیل یونانی ها نبودن، رومی ها مردمانی بودن که
نگاه کردم و دیدم از فرهنگ های مختلفی که وجود داره، یونان فرهنگ جالبیه، این عجب مردم خلاقی هن، چقدر هنرمند هن، چقدر. روم کپیگر یونان بود، سرچشمه فرهنگ غرب در آتن فرهنگ روم باستان کپی کرد و بست داد اون فرهنگ یونانو. ببین شما باید جنس ها رو نگاه کنید، دو تا جنس رو ببینید، آقا این جنس بهتره، این جنس بهتره. من خودم که برم دنبال دروغ و دلاور و خرافات، این جنس جنس بهتره، این داره حرف منطقی میزنه، میرم دنبال اون. و شما وقت نگاه میکنید میبینید قوانین آمریکا امروز بر مبنای قوانین کامن لا انگلستان، و قوانین کامن لا انگلستان بر اساس قوانین روم باستانه که در تا زمان قرون وسطا به شکل‌های مختلف موجود بود، و با قوانین روم باستان هم، یعنی کل فرهنگ روم باستان هم تقلیدی از نظام یونان باستان، آتن، هیئت جوری، قاضی باید چی بکنه، همه این حرفا رو ما می‌بینیم که برمیگرده به یونان. یونانی ها جهشی بودن بر روی جهش دیگری که مصری ها بودن. مصری ها یک جهش بسیار بزرگ در تاریخ بشری بودن، قبل از اونها جهش بزرگ فرهنگ های سومر و بابل و اینها بود، ولی اونها 3000 سال داشتن تو سر خودشون میزن. وقتی که یونان بر سر کار ما و در حد چند صد سال یک دفعه به همچین تکنیکی رسید، اینکه ما داریم روم رو نگاه میکنیم چون روم هم تقلید میکردن، بسیار مجسمه های یونانی رو میفتن کپی میکردن، مثلا خیلی مجسمه هایی که ما داریم مثلا کپی 100 سال 200 سال بعد از مسیح میگم، ولی مثلا میگیم باید بگیم کامن ایرا، دوران کنونیه، که بر مبنای یک مجسمه دیگه که بعضی وقت اصلا وجودم نداره دیگه، اون مجسمه اصلی از بین رفته، مال مثلا 4 قرن 5 قرن پیش از مسیح بوده یا پیش از دوران کنون باید بگم. وقتی شما میگین تکنیکش خوبه، خیلی خوب می‌نویسه، خیلی خوب داره تجزیه تحلیل می‌کنه، خیلی خوب هنرش جالب، اینا عجب مردمان جالبین، رفتن از هم یاد گرفتن، هیچ هم اشکال نداره، تقلید کردن، ولی در کشور ما همچنین که یکی میاد به کوچکترین ابعاد غرب نگاه کنه و بگه آقا این کار بهتره، همه اسمشو میزنن فوفول غربی یا غرب زده یا جوجه فوکولی یا فلان. واقعا بدترین در تمام فرهنگ های سرکوب شده، نه فقط در ایران، در بین زنها، در بین زنهای حتی آمریکایی، بین سیاه‌پوستا، در همه فرهنگ هایی که محدود شدن. و چون کلا وقتی طبیعت منابع رو کم میکنه، انسان ها محدود میشن. وقتی که انسان ها به دست محیط، به دست منابع، به دست محیط زیست محدود میشن و سرکوب میشن و دوچار کمبود میشن، اینا شروع میکنن همدیگر رو محدود کردن و همدیگر رو سرکوب کردن. برای خاطر ما در تمام فرهنگ های مختلف ما میبینیم که هر جا آب و هوا بهتر بوده، آدم ها باحال‌تر بودن، رسم و رسومشون باحال‌تر بوده، خیلی خوب روش کردن، هوششون بالا رفته، تغذیهشون بهتر شده. البته یونانی ها واقعا تغذیه افتضاحی داشتن، ولی برعکس تغذیه در سطح هوش هم بسیار اهمیت داشته. چون ما چه بخوام، یونانی ها بغل دریا بودن، بسیاری ساحل داشتن، ساحل های مثل فرکتال میمونه تو ساحل یونان. بعد شما مصری ها رو نگاه میکنی که رودخانه مثل رودخانه نیل داشتن، ولی تازه طغیان هم میکرده، بهشون کمک میکرده، حاصل خیزش میکرده. یونانی ها باحالتر از مصری ها، باهوشتر از مصری ها، مصری ها باحالتر و باهوشتر از سومری ها و بابلی ها. و بعد ایران که اصلا دیگه هیچ نشونه از رودخانه بزرگی مثل نیل و دجله و فرات و ایندس ریور و نمیدونم یانگزی و اینا دیگه در ایران ما پیدا نکردیم. در ایران رودخانه بزرگی وجود نداشته، برای من نمیدونم چطور ما میتونیم بشینیم بگیم که ما در فرهنگ های زمان باستان بسیار فرهنگ پیشیده بودیم. برشاد هرچی منابع و محیط محدود کننده تر، وقتی انسان سرکوب میشه، مثل یه موشی که گوش میده قفس بهشون شوک برقی میزنی، اینا شروع میکنن همدیگه رو پاره پاره کردن، یا مثل یهودیایی که توی گس چمبرای ناتسی ها کشته میشن، همچنین که گس رو پخش میکردن، از سر و کول هم بالا میرفتن، دیوارا رو خراش میدادن که برن بالا، همدیگه رو پاره پاره میکردن. وقتی که محیط سرکوبگره،
انسان ها هم دیگر سرکوب میکنن، وقتی انسان ها هم دیگر سرکوب میکنن جامعه طبقاتی میشه، جامعه از حرکت میفته. اون قشری که سرکوب شده حالا میخواد برده باشه، سیاه‌پوست باشه، زن باشه، گی باشه، حالا هر چی باشه، یهودی باشه، بهائی باشه، هر چی باشه، شما عملا یه قسمتی از جامعه رو بریدی، گشته کردن. شما جامعه هر چی مردم رو اجازه دخالت بهشون بدی، اجازه تعامل بهشون بدی، جامعه قوی تری درست کنی. شما اگه بخوای یه قسمتی از این بدن جامعه رو 10% رو ببری بگی نه اینا که نه، اونا که نه، اونا که نه، نتورک و شبکه رو صدمه بسیار بزرگتری زدی. فکر میکنی 5% اینا 5% 5% اونا، ولی یهو که جمع میزنی نتیجه این تأثیرات رو، یعنی نگاه بازده جامعه رو 10 برابر کم کردی، 5 برابر کم کردی، خودتو عقب انداختی. جوامع دیگه تونتون دارن توسعه پیدا میکنن، پاپیولیشنشون، تحصیلاتشون داره تونتون بالا میره، متا شما مردم خودت رو محدود و سرکوب نگه داشتی. پنتیان دیگه، پنتیان روم، این دیواراش بسیار بسیار زخیم، مردم میگم 10 متر پهنای اینا هست. من توش رو عکس گرفتم. بله، شهر روم شهر عجیبیه، چند دایه مختلف، اصل باستان، اصل رنسانس، اصل مدیوال، اصل مدرن. کتابی که من دوست داشتم فلسفه غرب، از فلسفه باستان در غرب، این کتاب جوردن، جیمز جوردن، از زمان باستان تا قرون وسطا، میدل ایجز. کتاب خیلی باحال، یارته بیشتر فلسفیه تا تاریخ، تاریخو ما چی نمیکنه. اینم که کتاب برتراند راسل هستش که کتاب کاملی نیستش، ولی خب اینو به فارسی ترجمه کردن و فکر کنم آقای دریابندری ترجمه کرده، ترجمه‌اش هم به صورت دیجیتال وجود داره. اتفاقا یکی دو تا چپتر گفتم راجع به تاریخ مینوان و مایسنیان هم داره، بعضی این فرهنگا رو چی میگه. خب اصلا کتاب کاملی نیستش، همه دوستان مسخرهش کردن که این کتاب برای عوام نوشته شده، ولی کتابی قابل فهم، از اولین کتابایی بود که من در جوانی در مورد فلسفه پیدا کردم و خیلی نکاتی سر مقاله هایی رو برام باز کرد که من بتونم برم خودم بیشتر تحقیق کنم راجع بهش. اینم که The Art of Ancient Near and Middle East, Renaissance, Baroque, Mycenae and Greece. مای سینیر بگم اکسی به اون ساعت یک چنگیده که پیدا کردیم، حقاشی رنگی، واو. واقعا قشنگه، بیوروپا، اصلا آناتومی انسان ها، دیتیلی که کرده اینقدر قشنگه. خب شما به این فرنگوی قدیمی نگاه میکنیم متوجه میشه که بعضیش واقعا با حال و هنرمند بودن و بعدشون چرا سختی و زورکی و فرمایشی بودن. اینکه مینوان که میگن مینوان استایل، وقتی زنی سینه هاشون جوری تو لباس بیرونه میگن مینوان استایل، میدل مینوان، 17th century BC، 17 قرن پیش از دوران کنونی. پالاس اف فایستوس، دیگه فرنگوی قدیمی ترش. آها، سایکلاتیک، اینه یه فرنگ دیگه قدیمی تر بوده. این که اینا چجوری همدیگر رو بین بردن، یکی اومده جایی اون یکی رو گرفته. Very interesting. و در واقع یه 2300 سالی وجود داره بین فرنگ یونان باستان، قبل از یونان باستان، و این فرنگ های مایسنیان و مینوان که به اون دو سه قرن میگن دوران تاریکی. یه دوران تاریکی دوران پیش از رنسانس، قرن 8 میلادی تا 12-13 میلادی، که اونم میگن میدل ایجز یا دوران تاریکی، دوران ظلمت، دوران بی سوادی. و یکی دیگه این دوران پیش از یونان باستان هستش که بهش میگن the dark ages. بخوام که اطلاعاتی واقعا در دست نیست و ما نمیدونیم که چطور فرهنگ یونان این به این شکل حضور پیدا کرده.
و رابطهشون با مایسن یا منا نزدیک ترین فرهنگی ما بتونیم پیدا بکنیم اونا هستن و به نظر میاد رابطی هم وجود داره، ولی اینکه دقیقا در اون 200-300 سال چه اتفاقی افتاده که این فرهنگ به اون فرهنگ تبدیل شده واقعا هنوز درک نشده. شما کلا فرهنگ غرب رو که بخوای خلاصه بکنی یک پیک هست، یک زمان که جلو رفته یه پیک یا یک قله حدود 450 قبل میداده، بعد وقتی به رون میدیوا ایج ما میرسیم یا دوران قرون وسطا بهش میگن، قرون وسطا بخونه چند قرنی که بین این قله و اون قله بوده، قله بعدی که امروزه از عهد رنسانس که بشریت شروع میکنه و تکنولوژی بالاتر میاد، ولی بین اون قله اول که یونان و روم باستان بوده و این قله امروزی ما یه تمام 1000 سال دوران ظلمت و ناگاهی و بیعقلی و بیسوادی داشتیم. چرا؟ چون حکومت روم باستان متلاشی شد، با اینکه خیلی خودش رو سعی کرد ادپت بکنه، تغییر بده، با زمانه جلو بره و خودش رو تونست عمر درازی هم بکنه روم باستان، ولی بالاخره سقوط کرد. خودکامگی، استبداد، استبدادی که در واقع میتونیم بگیم هر وقت اینا تنشون به تن ایرانی ها خورده، استبداد و حکومت تک محور خودکامه مد شده در ایرانی هم که همه در تمام تاریخشون فرهنگاشون خودکامه بوده، یعنی دولت هاشون خودکامه بودن. برای من این قرون وسطا از تمام بگیم 4-5 دوران کنونی قرن 4-5 بیا تا قرن 14-15، یه 1000 سال بی سوادی و اصلا رشد بی سوادی در جوامع و خوندن نوشتن همه چی به باد رفت و پدر بشریت در اومد تا کم کم خودش از این چاله در بیاره و هنوزم مسیحیت شما میده چه قدرتی داره. دو تا کتابی که شاهکار بشریت هستن، ایلیاد و اودیسه هومر، هومر یونانی 800 سال پیش از دوران کنونی این کتاب نوشته، چه شما میخونی واقعا وحشت میکنی که چقدر زیباتر و کاملتر این هم، اولا این متن اینقدر، فقط دو تا کتاب، این همه متن باقی مونده از 800 پیش از دوران کنونی. شما فرهنگ ادبیات ایران نگاه کنی حتی بعد از اسلامش هم اونقدر متنی ندارن، خیلی کم دارن. در طول تاریخ ایران شما نگاه کنی چه کتابهایی دوباره و دوباره دست نویسی می شده، مثلا پنج گنج نظامی، خمسه نظامی، نمیدونم فردوسی، شاهنامه فردوسی، چند تا کتاب بیشتر نبوده. شما نگاه میکنید از دوران باستان فرهنگ غرب چقدر کتاب داره، اینا که تازه یک دهمش هم نیست، یک بیستمش هم نیست. وبسایت های زیادی وجود دارن که کتاب های یونان باستان رو به طور مجانی گذاشتن، شما برید دانلود بکنید، نمایشنامه ها، نمیدونم کمدی، فلسفه، تاریخ، شعر حماسی. نمیدونم ما تا کی میخوام بشینیم و هی بگیم ادبیات ایران بزرگترین ادبیات جهانه، بزرگترین ادبیات جهانه، بزرگترین ادبیات جهانه، و در حب وطن، تعریف تمجید غرق باشیم همیشه. نمیدونم این کتاب کامل جنسنه، کتاب کلاسیک هستش. کتاب تاریخ هنر من زیاد دارم ولی فکر نمی‌کنم همه اینقدر علاقه داشته باشن. من خیلی از کتابم دادم رفت همین چند ماه پیش، واقعا جا نداشتم دیگه. خب من یه چند تا کتاب دیگه توی لینک ها میذارم. من توی وبسایت هم خیلی کتاب دارم، bibotu.com bibotu.com/ حالا نمیدونم books یا حالا میذارم لینکش رو توی چیز. خیلی من کتاب دارم. آها یه سری کتاب های خوبی هست در مورد تاریخ ایران از من جالبه، بذاری من میرم توی اتاق. آها این هم که چند تا کتاب دیگه هست راجع به تاریخ جهان، Western Society،
این کتاب هم مجموعه ای از سند های تاریخی، اسناد تاریخی، Sources of the Western Tradition، پری پیدن فون لاو Western Civilization. این هم یک کتابی مثل آن شپیل وگل متو کامل ترشه، تمامش در یک کتاب چیز شده. این جی ام رابرتس کتاب خیلی دنسیه و خیلی چیزا ناقصه و تونتون از این درست تقسیم بندی و چی نشده، دنبال کردنش مشکله. این که این مارن چایناس کتاب خیلی خوبی، تکست بوک دانشگاهیه. این کتاب باهایی A History of World Societies، اینا رو من میگم توی آمازون، مکی هیل، خیلی کتاب باحالیه. بازم میگم مثل اون چیز تایملاین داره، انواع اقسام نقشه و تایملاین و رنگی و آثار هنری و خیلی خیلی باید فرهنگ های مختلف هم هستش. ساده هم حتی از شپیل وگل ساده تره. خیلی دیگه تایملاین قرون مختلف، چه فرهنگ های اسلامی، فرهنگ های بودیستی، ژاپن. خیلی کتاب خوبیه. چند تا از این کتاب ها هست که به نظرم کمک میکنه. بخش یه خود آگاهی از جیولوژی خیلی مهمه، چون آب و هوای کره زمین و جیولوژی کره زمین و climate change چقدر تاثیر داشته. این هم کتاب خوبیه، مکی هیل. البته من ادیشن های مختلفش رو دارم. ادلر که خیلی خوب بود، History of Western Societies، World Civilizations، این هم کتاب خیلی خوبیه، Adler and Powell. این هم فرهنگ های مختلفه کره زمینه در طول تاریخ، چین. این هم من خط کشیدم. دوباره شپیل وگل قسمت دومون کتاب History of World Societies. اینا قسمت های مختلف این کتاب هست. این کتاب های فارسی که میخواستم بشم، این اسلام در ایران که دیجیتالش هم هست، من انگلیسیش خریدم، فارسیش هم هست، به فارسیش هم، هم به انگلیسیش هم به فارسیش دیجیتال میشه پیدا کرد، منم گوشتم توی وبسایتم. مسافرت به ایران، این سفرنامه الکسی سالتیکاف هستش، یک پرنس روس هستش که در زمان قاجار میاد. اینها سفرنامه های اروپایی ها، ژاپنی ها، فوکوراوا، این حاجی بابا اصفهانی که واقعا بر مبنای همین سفرنامه هاست. و این هم داستان قصه است و بسیار خنده دار و متاسفانه در مورد همه چیز تاریخ ایران هم نمیده، باید بخنده یا گریه کنه. سفرنامه پیترو دلاواله بسیار جالبه، به زبان ایتالیایی میشه توی گوگل پیداش کرد مجانی، توی گوگل بوکس. در زمان صفویه شاه عباس میاد به ایران، با شاه عباس ملاقات میکنه و خیلی جالبه، بسیار جالبه. مثلا ما میدونیم که همون رسومی که ایرانی ها در زمان هخامنشی داشتن و که این خودش در هرودوت خونده بوده، اکثر ایرانی ها کتاب هرودوت رو نخوندن، چه بسیار که یه نفر است که 300 سال پیش زمان صفویه اومده ایران، هرودوت رو خونده و میگه اینها این واقعا این رسم رو دارن که هرودوت نوشته، که وقتی میخوان راجع به چیزی مشورت بکنن، یه بار در حال هوشیاری با هم مشورت میکنن، یه بارم در حالت مستی، و مخصوصا در حالت مستی میخوام ببینن که زیر زبون تو چی است. و مخصوصا شاه عباس میخواست به من هی مشروب بده، شراب بده، هی تون تون که من مست کنه، که من رو زیر زبونم رو در بیاره که من چه نقشه ای دارم و چی میخوام بگم. این حرف خیلی جالبه. این کتاب 3 سال در آسیای گوبینو بسیار بسیار جالبه، بسیار بسیار جالبه. این که چیزای زیاد توشتم. سفرنامه کلاویکو در زمان ترک شیرازی، آقای ترک شیرازی، یعنی در زمان تیمور لنگ میاد به ایران. البته به خوبی گوبینو و چیز نیستش، یه واقعا محیط رو اونقدر که باید تشریح نمیکنه، راه ها رو تشریح میکنه، آدم ها رو تشریح میکنه، ولی به نظرم کامل نیست. فوکوراوا هم یه خود سطحی تره، یه ژاپنیه که به ایران اومده، یه سرگودیه.
ولی شبیه اینجور کتاب ها در گوگل بوکس و پراجیکت گوتنبرگ بسیار من پیدا کردم. یک کتاب شیلز، کتاب گریفین، لیدی شیلز بسیار بسیار جالب بود. کتاب های بیشتری میشه پیدا کرد، حدود 200 کتاب هست که اروپایی ها در مورد ایران قاجار نوشتند. بسیار بسیار آگاهی دهنده است، واقعا لازمه، چون یک دفعه شما متوجه میشین که ایرانی امروزی